ارکانی اسلام، اسلام به پنج ارکان برپای یافته است که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما بیان نموده چنین فرمودند. اسلام به پنج چیز بنا یافته است: شهادت این که نیست معبودی بر حق به جز الله و محمد رسول الله، و برپا داشتن نماز، دادن زکات و حج خانه کعبه و روزه ماه رمضان. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و به هر مسلمان واجب است که به آن ایمان داشته و آن چی به آن امر شده است عمل بکند. رکن اول دو شهادت که با هم همراه هستند، یکی را از دیگر جدا کرده نمی شود: شهادت لا اله الا الله و شهادت محمد رسول الله. و تحقیق شهادت لا اله الا الله این است که یعنی انسان با قلبش اعتقاد کرده آن را با زبانش اقرار میکند و با اعضای بدنش دلیل و برهان میکند که نیست معبودی بر حق به جز الله و معنای اله معبود است. پس یعنی چنین معنا دارد که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی که تنها او مستحق عبادت است نه غیر او، زیرا او تعالی خالق و رازق، مالک و تدبیر کننده کارهای همه مخلوقات است. و تحقیق شهادت محمد رسول الله این است که آن را با زبان اقرار بکند و با قلبش ایمان بیارد که محمد ابن عبدالله قریشی هاشمی فرستاده الله به سوی همه خلق از جنها و انسانها هستند. و در زیر این شهادت محمد رسول الله آن است که با آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند پیروی آن گردد و همه آن چیزی که خبر دادند آن را تصدیق بکند و آن چیزی که نهی کردند از آن دوری جوید و الله را همچنان عبادت کند که شریعت همان گونه فرموده است. و محبت الله و رسول او صلی الله علیه و سلم به هر یک نفر واجب است و محبت الله سبحانه و تعالی تحقیق نمییابد مگر با پیروی کردن به رسول او صلی الله علیه و سلم. رکن دوم اسلام برپا داشتن نماز است و تحقیق آن چنین است که انسان اعتقاد کند که البته الله سبحانه و تعالی به هر یک مسلمان بالغ و عاقل در یک شبانه روز پنج وقت نماز را فرض گردانیده است که آنها نماز فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشا می باشند که آن را با طهارت و با خشوع ادا می نمایند و با این نعمت بزرگ به الله سبحانه و تعالی شکر می کنند و فضل آن را از پروردگار پرسیده از گناهانشان طلب مغفرت میکنند. نماز بزرگترین ارکان اسلام بعد دو شهادت است. رکن سوم ادای زکات مال. و تحقیق آن چنین است که انسان اعتقاد میکند که الله سبحانه و تعالی به مسلمانان از مالشان زکات آن را فرض گردانیده است که از بایهای آنها گرفته شده به فقرای آنها تقسیم کرده میشود. بنابراین ادای زکات را به خود لازم بگیریم و از آن چیزهایی که زکات داده میشود این طلا، نقره و به مثل اینها پول و مال تجارتی و میوه و زراعت ها و حیواناتی که گوشت آن را خورده می شود. ندادن زکات و مانع آن سبب جلب کردن مصیبت ها و بدی ها بر این امت است، زیرا الله سبحانه و تعالی به آنهایی که از زکات مال دادن خودداری می کردند عذاب دردناک روز قیامت را وعده داد. و گیرنده های زکات را الله سبحانه تعالی در قرآن خبر داده چنین فرمود: جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و بینوایان و کارکنان به جمع صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود، یعنی ضعیف الاسلام، و برای خرج کردن در آزادی برده ها و برای قصداران و برای خرج کردن در راه الله و برای مسافران است و آن حکم ثابت شده از نزد الله سبحانه و تعالی است و الله دانا و درستکار است. سوره توبه آیه 60. و رکن چهارم روزه ماه شریف رمضان. و تحقیق آن چنین است که هر آینه الله سبحانه و تعالی به هر مسلمان روزه ماه رمضان را فرض گردانیده است. به هر مسلمان بالغ و عاقل و مرد و زن که در خوردن نوشیدن و جماع کردن از نمیدن صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب خودداری کنند و نیت روزه را داشته باشند. هر آینه الله سبحانه و تعالی روزه را برای تحقیق تقوای انسان و دور شدن از آن چیزهایی که الله حرام کرده است فرض گردانید و اینچنین برای تعلیم صبر، پیرو نشدن به نفس خود، دور شدن از تنبلی، یاری یکدیگران
مهربانی و رحم کردن به دیگران و رکن پنجم حج کردن و تحقیق آن چنین است که انسان اعتقاد داشته باشد که الله سبحانه و تعالی به هر مسلمان عاقل و بالغ و قادر حج کردن و فرض گردانیده است که باید به زیارت بیت العتیق برود و توبه بکند و مناسک حج را ادا نماید، همچنانه که آن را الله سبحانه وتعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم بیان کرده است. و در حج جمشوی همه مسلمانان و قوت و عزت آنها جلا می دهد. زیرا پروردگار یکتا است، کتاب ما یکتا است و پیامبر یک هستند و امت یک امت است و عبادت یک عبادت است و لباس ها یکند و در حج کردن آداب ها و شرط هاست و به شخص مسلمان واجب است که به آن عمل بکند و مثل حفظ کردن اعضای بدن خود از آن چیزی که الله سبحانه وتعالی آن را حرام کرده است و نیت خالص داشتن و مال خود را نفقه کردن و آداب خلق خوب داشتن و دور شدن از همه آن چیزی که حج انسان را فاسد میکند و مثل حقارت و دشنام و عملهای فاسقانه و جنگ و جنجال.